امروز میخواهیم که اگر خواسته باشیم این سه صفت را که صداقت و امانت و وفا است، این اگر در خود بخواهیم تحققش ببخشیم و واقعا ما انسانهای صادق باشیم، انسانهای امین باشیم، انسانهای با وفا باشیم، چی کاری باید بکنیم؟ پس برای کسب امت یک صفت بزرگ و عظیم، برای به دست آوردن امت یک مقام شامخ و بلند، ما ضرورت داریم که آمادگی بگیریم. در درون خود ما قدرتی را ایجاد بکنیم، قوتی را ایجاد بکنیم که به اساس از او این صفت به دست بیاید. غیر از او بسیار سخت است که انسان در یک جامعه زندگی بکند که همه چیز دروغ روان باشد و تو به طرف صداقت بری. در یک جامعه که همگی به اشکال مختلف خیانت میکند و تو امانتکار باشی. در یک جامعه که همه کس بیوفایی میکند، تو به طرف وفا قدم بگذاری. بسیار سخت است. ما برای این سه صفت کل ما دوست داریم. دروغگوی کل ما بد میبینیم، خائن کل ما بد میبینیم، بیوفا را کل ما بد میبینیم، ولی وقتی که جای خود ما رسید بعد از او باز مشکل روبرو میشیم، باز با سختی روبرو میشیم. علت از این را که وقتی جستجو بکنی، ضعف ایمان است. ایمان که ضعیف شود، نتیجه ضعف ایمان گرویدن به طرف صفات زشت و ناروا هست، به خاطر طمع و توقع چیزای بسیار کوچک مادی. یک نوع ترس ما را فرا میگیرد. اگر صداقت بکنم مال ما را کسی نمیخرد، اگر صداقت بکنم بر ما کسی در این جای وظیفه نمیده، اگر صداقت بکنم فلانه خفه میشه. این شکلش. اگر ما امین بوده باشیم دیگه حول و گرداگرد ما مردم های خائن، بس اگر بوجی را امرایش نگیری و تو توتی اجور میکند، پس مجبور میشیم حد اقل همه قد بود که مکتش خائنت نخواد کردم، ولی خائن خو میبینیم. بیوفایی به اندازه بیشتر است، به اندازه زیاد شده که تا ذهن ما ات رسوخ پیدا شده که خوبی اصلا نکو، زیرا که تو خوبی میکنی دیگران هم رایت چی میکنه؟ بدی میکند. بنان وقت خوبی اصلا در این جامعه ارزش ندارد و کسی به خوبی و قانه مگذارد، او را به عنوان یک شی خوب نمیبیند. پس که نمیبیند چرا خوبی بکنیم؟ این نقاطی است که در ذهن ما شما تداعی می شود. از این خاطر به خاطر بقای خود ما، بقای چوکی ما، بقای پول ما، بقای قدرت ما، هم دروغ میگیم، هم خیانت میکنیم، هم وفا را قبول نمیکنیم. بسیار نزدیک دوستا توسط از اینکه منافع ما از دست میره، او را از دست میدیم. توتعه برشور میکنم، حتی به قتلش میرسانیم. خب چرا این کار میکنیم؟ کل بحث که ببینین به یک چیز برمیگردد که ایمان ضعیف است. ایمان که ضعیف شد، بعد خیر در هیچ چیز انسان دیده نمیشود. همه چیز باد مادی پیدا میکنه و از آینه که مادی دیده میشود. این احب لنفسیه، کسی را که دوستم می داشته باشیم به خاطر از اینکه فایدهش چقدر است به من. اگر دشمنی هم می کنیم به خاطر از اینکه چقدر فایده ما در این دشمنی است. از این خاطر شما می بینین که ما اصلا یک دوست ثابت را هم در این سیاست مدارا ندیدیم و دشمن هم برش هم اصلا ندیدیم.
هر آن لحظه متفاوت است. یک روز دشمن است، یک روز دوست است. یک روز یک رقم میکنه، دیگر روز دیگر رقم میکنه. هیچ وقت شما گپشان هم واحد نمیبینین. همیشه گپشان هم تغییر میخوره. هیچ وقت شما با وفا هم اونا را نمیبینین. همیشه بی وفایی میکنن. علتش که پس بگردی این را میبینی باز در ایمان گپ است. ایمان ضعیف است. عزیزایم اگر ما خواسته باشیم که به این صفات بلند بریم، رمضان مبارک برای ما شما امید درس داد. رمضان ماه تجدید ایمان، رمضان تجدید و صیقل کردن قلب، رمضان ماهی که در او محاسبه میکنیم خود را، رمضان ماهی که در او جا قدم های استوار برمیداریم برای بلند بردن قدرت ایمانی ما و او کار میکنیم. اگر این نقاط را ببینیم باید میبینیم که نوع نگرش ما تفاوت میکند، نوع دید ما تفاوت میکند. پس هر قدر که ما در ماه مبارک رمضان به ساختار ایمانی ما بیشتر توجه بکنیم، اثرات ایمان در زندگی ما بیشتر میباشد. اگر بتانیم که اثرات ایمان را خوبتر بگیریم، با 10 روز اخیر را رسول علیه السلام شد به اذره، یعنی کمر همت را برای عبادت بسته میکرد، شب زندداری میکرد، اعتکاف مینشست، از صحبت کردن و از رفتن از این چیزا خود را کنار میزد، کلن وقت را داده بود برای از این که امی ایام را خجسته بگیرد و محکم بگیرد تا بتاند که ایمان به شکلی که لازم است او در دل نقش پیدا کند. ما به این باور دارم که در رمضان مبارک همی یک صفات تا حدی انشاءالله العزیز در وجود ما شما آمده، تا حد آمده. وقتی که آمده باشد آلی بیاین از خود پرسان بکنیم که در ماه مبارک رمضان زیادی از برادرها خواهرها تعهد سپرده بودن که ما دیگه دروغ هم نمیگیم، خیانت هم نمی کنیم و انشاءالله با وفا هم می باشیم. اگر این چیز کردیم خب ما به این باور دارم که مشکل حل می شود. در نتیجه به انسانهای با ایمان، با وفا، مخلص، رب العالمین همه خوبی ها را بر شاتا می کند، با جنگتان را به صلح تبدیل می کند، فقرتان را الله به غنا تبدیل می کند، اختلافتان را الله به اتفاق تبدیل می کند، مرضتان را الله به شفا تبدیل میکند و ذلتتان را الله به عزت تبدیل میکند. این نتیجه ایمان است. نتیجه ایمان امی است و قرآن کریم نتیجه ایمان را برای ما شما امت تعبیر میکنه. عین امی نکته را میگه اگر مردم مراجعه بکنن به طرف الله، تجدید ایمان بکنن، ما خامخا سرش دروازه های رحمت آسمان را باز میکنیم و اونها را متنعم میکنیم از نعمت هایی که باید استفاده بکنند. فرزندانشان را صالح میکنیم، نعمت های مادی و معنوی را برشان ارزانی میفرماییم. پس عذابی که ما شما داریم و دردی که ما شما میکشیم این در حقیقت به خاطر امیسی صفت ماست. دروغ در کشور ما بی انتها رواج دارد، بی انتها. اصلا خجالت نمی کشیم که چیزی که من میگم صحیح نیست. اصلا خیانت که می شود اصلا در دل کسی تو یک نقشه نمی آید که چرا تو کار کردی. و ای که کتی کسی وعده می کنیم در مقابل خوبی هایی که همراه ما می کنند و ما در مقابل جفا میکنیم هیچ هم حس غیرت بر ما شور نمیخوره که چرا این رقم کار میکنیم، در حالی که دمی کشورتان یعنی رواجهای بسیار عجیبی بود. یک مردم بسیار شجاع بودن، افغان ها بسیار شجاع مردم بودن. با کسی که دشمنی هم میکرد و اون نفر با همسرش در راه روان میبود،
دشمنش بود و میخواست که را به قتل برسانه، به خاطر همسرش او را نمیکشت. میگه که زن روان است و این مردانگی را ایجاب نمیکند که کسی که زنش روان باشه ما او را بزنم. کسی در طرف خانش روان می بود بازم دست سرش بلند نمیکرد. میگه این در مردانگی نیست که در پیش خانه من کسی را لط بکنم. چی کار نمیکنه این مردم افغانستان؟ و حالا ببینیم که همه چیز عوض شده است، همه چیز عوض شده است، همه معیارها سقوط کرده است. اصلا چیزی را به نام امو شجاعت و امو غیرت و امو وفا و اون چیزا را آدم نمی بیند. اصلا تعجب انسان میکند. مردمی بودن جالب بود، جوان، قوی، نیرومند. یک دست سفید برش میگه ایجا بیا. پیشون امر کسه اینی چیزا برام برو از بازار بیار. همین جوان نمیگفت که تو چیکار هستی مرا امر میکنی؟ با سر چشم سه میدوید برش با او کار برش میامرد. باور بکن یکان دفعه تشکرم از پیش نمیکرد. و کسی ایره نمیگفت که ایره سفید کی است و از کجا است و چطور است. و امروز حالت ما به شکل بدبخت شده که شما اگر یک جوان در کوچه ایتان باشه و برش بگه امید برو نان بیار، همون کار برد نمی کند. همقه یک روابط ما سقوط کرده است، همقه ما در مقابل منکرات استاد شده نمی تانیم. و ای کلش وقتی که می بینی چرا ایتو شده؟ زیر ریسفید ما با جوان صادق نیست، امانت انتقال خوب نکرده، وفا را نمیدینه. پس نسل جوان ما به طرف غلطی رفت، به طرف سقوط رفت. این حالت ما شماست. من فکر میکنم که ما شما که در مسجد میاییم یک کمک سر خود فکر بکنیم که از ماه مبارک رمضان به این طرف که چقدر در زندگی ما تغییر آمده. یک سوال از خود بکنیم. همه که میگه الله اکبر نماز میخوانی، واقعا تو با خداوند متعال در ارتباط هستی؟ تو لذت نماز رو میچشی؟ تو می الحمدلله سبحان الله الله اکبر که میگی، واقعا تو از این لذت میگیری؟ یک سوال از خود باید بکنیم. اگر هیچ لذت نمیبریم، در حقیقت به حال خود باید افسوس بکنیم، به حال خود افسوس بکنیم. یکی از علمای بزرگواری داشتیم، خداوند متعال ببخششه، از سلاطین بزرگ امت اسلامی، یکم هارون رشید است. وقتی که او خلیفه شد همه مردم پیششان می رفت و مبارکی می گفت. این عالم نرفته بود. هارون رشید برش یک خط نوشته کرد که یک بار پیش ما بیا که کار دارم. بعد این خط که برش رساند، در پشت خطش برش نوشته کرد که من در مجلس کسی نمیتونم بیایم که خداوند متعال لذت نماز را از پیش گرفته باشد و لذت استاده شدن برای خودش از پیش گرفته باشد. بسیار نکات برش نوشته کرده بود و او همیشه او خط را میخوان و گریان میکرد. یعنی نماز خواندن لذت دارد، استاده شدن به الله متعال لذت دارد، آمدن تان در این مسجد لذت دارد. شما از اینجا باید خسته نشوین، خوابتان نباید ببرد. یک خوشی باید در سراسر زندگی وجود داشته باشد، احساس آرامی باید بکنی، احساس خوشی باید بکنی. اگر همی احساس نداشته باشی، دلیل بریست که ایمان ضعیف است و تو هنوز اما لذت ایمانی را نگرفتی، تو هنوز نگرفتی. پس از خود پرسان بگو که چرا خدا برای تو اما لذت ایمانی را عطا نمی کند؟ در تو چی مشکلی است که پروردگار عظیم نمی خواهد تو را برای خودش نزدیک بکند؟ ورنه فرق در بین کافر و در بین مسلمان خود صورتش نیست. پس او هم مثل ما واره انسان از کافر و بیدین و مشرک، ما هم انسان هستیم. تفاوتی که در بین کافر و مسلمان است، همان صفاتی است
که مسلمان به او باورمند است و او صفات را در زندگی خود آورده است و کافر از او صفات ندارد. تفاوت در همین جاست. مسلمان به این باور دارد و عقیده دارد که الله متعال کل چیزایی را که آفریده است برای ما آفریده است. این سوال هم میکنه که برای تو چرا آفریده؟ تو چی ویژگی داری که برای تو آفریده؟ تو چی خوبی داری که همه چیز را در خدمت تو قرار داده است؟ با جواب میگه به خاطر به ما آفریده که من انسان هستم که صفات پروردگار عظیم را تبلور میبخشم، او را در معرض عمل قرارش میدم. پروردگار عظیم منان است، رؤوف است، رحیم است، وهاب است. همین صفات خود در وجود ما تبلور پیدا میکند، زیرا ما به اراده خودم و به تصمیم خودم خود را به مقام و جایگاه میرسانم. ما صاحب اراده و قصد هستم. حیوانات دیگر اراده ندارد، قصد ندارد، تصمیم ندارد. پس به تصمیم خودم باید قدم های استوار را به پیش پروردگارم باید بردارم. او قدم های استوار برای چی؟ به این که تو یک بنده صادق باشی، یک بنده صادق باشی. و بنده صادق اثراتش از چیست؟ میگه صداقت بنده از این معلوم میشه که هر جایی که کار خوب بوده باشد دل از او به او مشتاق است. دل از او به او مشتاق است. هر جایی که کار خوب باشد دل انسانان صادق به او مشتاق می باشد. به طور مثال میگه وقتی که نماز می رسد در دلت یک تک داده می شود که نماز نزدیک است، آمادگی برش بگی. در دلت پیدا می شود و ایره رب العالمین برای هر کدام ما شما نصیب کرده است. اوقات وقت نماز که می رسد شور می خوری، در هر رقم کار مصروف باشی، تو را به طرف نماز فرا میخواند. پس خدا با تو صادق است. برای تو چی داد؟ برای تو یک زنگ داد، یک خطره را برات ایجاد کرد، یک اشاره را برات داد. اگر تو با خدا علی صادق شوی و امی وقت برش بدی، رب العالمین باز لذت نماز را نصیبت میکند. آمدن در این مسجد را لذت برات میده. چرا رقم لذت برات میده؟ انگامی که با آدابش ایره رعایت بکنی، آمدن در مسجد را با ادب رعایت بکنی، با تعهد رعایتش بکنی. ای تو که خود بیاندیشی، من به طرف مسجد میرم، خدایا به عنوان یک کسی که پشتکی های گناه پشت سرم است و در خانه تو آمدم، تو مرا ببخش و مرا مورد رحم و عفت قرار بده. به می فکر بیا، نماز تغییر می خورد، توجه تغییر می خورد. هرگاه با خدا صادق بوده باشیم در عبادت ما، در حلال حرام، نتیجه با خودمان صادق می باشیم، در نتیجه با فامیلم صادق می باشیم، باز با مردم هم صادق می باشیم، با کشورتان هم با صادق می باشیم. همه چیز باز به طرف صداقت می رود. انسانی که صادق بوده باشد ترس نمی داشته باشد. انسانی که صادق می باشد عزیز می باشد. انسانی که صادق می باشد مورد رحمت الهی قرار می گیرد. خائن و دروغگوی و بیوفا مورد نفرین الله و از مردم و از نفس خودش است. حالا اگر خواسته باشیم که به این سه صفت دست پیدا بکنیم، امروز امیر اکبر را عرض می کنم، شما در مقابل بدی ها بدی را نکنید. ما را که از بین میبرد امین نقطه است. ما هم میشه در مقابل یک بدی دو بدی میکنیم و او که نمیکنیم، به این ما نمیکنیم که زورم نرسیده که نکردیم، و اگر زورم برسد از او که بیشتر تر بدی میکنم. انسانی که خواسته باشه صفات خوب در زندگیش بیاید، از صداقت و امانت و وفا تعهد بسپارد که در مقابل بدی خوبی میکنم، در مقابل بدی خوبی میکنم. و قرآن کریم ما را به می تعبیر فرا میخواند،
ولا تستوي الحسنة السيئة ادفع بالتي هي احسن. هیچ وقت در برابر بدی ها تو بدی را نکو، بلکه بدی را به نیکی دفع بکو، بدی را به نیکی دفع بکو. ارگاه تو این کار کردی که بدی های مردم را از خانوادت، از همسایت و از خودت این را به نیکی تبدیل کردی، تو انسان صالح میشی، هم صادق میشی، هم با وفا میشی، هم امین میشی. عرض بکنم شما در بدی های اول در فامیلتان داخل شوید، در فامیلتان نزدیکترین کس خانمت است، امرو از او خوبی بکن، امرو از او خوبی بکن. زیرا تو اگر با خانمت خوبی نمی کنی، تو دروغ میگی که ما با همسایه خوبی میکنم، نمیتانی. زیرا خانوادت وسیله سکون تو است، وسیله آرامی تو است. تو در جوار از او خواب آرام میکنی. وقتی که تو با او در امن نباشی، ناممکن است که با همسایت امن بکنی. پس اول خوبی را با خانمت شروع کن. ولا تستوی الحسنه السیئه، تو بدی را با بدی جواب نده، بلکه بدی را با نیکی جواب بده. و رسول ما صلی الله علیه و سلم زندگی مبارکش را برای ما شما امی بود، این می زندگیش بود. روز حضرت عایشه رضی الله عنها در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته، خانم دیگرش بر شوروا را رای کرد. حضرت عایشه قهر کرد که پیغمبر در خانه ما نان تو برش رای میکنی، زد امی کاسه را چپه کرد، ویره که به زمین زد، کاسه هم شکست، شوروا هم تیت شد. دیگر اگر ما شما باشیم خالی لحظه شروع میکنیم، دو زدن شروع میکنیم. پیغمبر علیه السلام برش خنده کرد که عایشه کاری خوبی نشد، هم فرش خراب کردی و هم کاسه را شکستاندی که باید آلی تاوان شبدی، هم شروع را از دست دادی. تو میتونستی که عرصش خوب نگاه کنی، شورا را اگر می آوردی استفادهش می کردی، خودت نمی کردی، به کسی دیگر خیرات می دادی، ثوابت می شد. رسول علیه السلام عایشه را متوجه کرد به عمل اشتباهش، به خطایش، به او توهین نکرد، به او دو نزد، او را بد نگفت، او را به آرامی به خطایش متوجه کرد. باور بکنن که همون لحظه عایشه فهمید که اشتباه کردیم، همون لحظه فهمید، واقعا کاسه را تاوان داد، فرش باید بشویه و شروع هم محروم شد. یعنی چی؟ مرد آمد نزد رسول علیه السلام، برش گفت که یا رسول الله اوصینی، مرا وصیت بکن، نصیحتم بکن. پیغمبر برش گفت که لا تغضب، قهر نشو، قهر نشو. او فکر کرد که خوی گفی عادی شاید باشه، باز گفت که اوصینی، پیغمبر گفت که لا تغضب، قهر نشو. سوم بار باز سوال کرد که یا رسول الله وصیتم کن، سفارش به ما بگو چی کنم، گفت قهر نشو. ببین یعنی اگر ما قبل از قبل در هر چیز آماده باشیم که در مقابل غلطی های دیگرا من موقف سلبی نمیگیرم، موقف عاقلانه میگیرم، ما به موقف صالح ما و کسی که موقف غلط میگیره او را اصلاح میکنیم. و اگر ما به قهر در مقابل غلطی اقدام بکنیم، فساد بیشتر میکنیم، غلطی را بیشتر میکنیم، جار و جنجال پیدا میشه. اگر رسول علیه السلام اموجا میخیست و یک چپات میزدش، یک غال مغال میکرد، آلی من نمیتونستم برای شما چیزی میگفتم، بلکه اگر امون لحظه را انتقال میدادم در دلتان شاید میگشت که ولد خانه رسول علیه السلام هم تو جنجال پیدا میشد، پیغمبرم تو قار میشد. رسول علیه السلام به ما ایره فهمان که
بدبختی یک انسان از کجا شروع می شود؟ وقتی که زود زود کار می کند. وقتی که کار می کنی امین نتیجه است. همیشه پایت خطا می خورد. همیشه پایت خطا می خورد. پس پیامبر برای اون مرد چی گفت؟ گفت کار نشو. لا تغضب. کار نشو. از این چی معلوم می شود؟ یعنی اگر ما ممارست بکنیم می توانیم که خود را کنترل بکنیم. می توانیم خود را کنترل بکنیم. پس پیش از پیش آماده باشین. اگر خانمت غلطی کرد بگو من قهر نمیشم، بلکه او را به غلطیش متوجه میکنم. و رسول علیه السلام بر ما ایرم فهمانده که اگر قهر بودی چی کنی؟ چی باید بکنی؟ گفت که اگر روان بود استاد شو، استاده بودی بشین یک کلاس آب بخو، فورا روش تغییر بده. ایتو نیست که انسان قهر نشود، فورا خود مصروف کو. قهرت آمد بر یک گلاس آب بخور و یک گلاس هم به خانمت بر کیره تو بخور، انشالله جور میشی. اما قبول کن یک باری فضا تغییر میخورد، خود به خود کلمه جور میشود. و اگر ما این آمادگی ها را نداشته باشیم، شیطان علیه لعنه از امی استفاده میکند. پس ما میبینیم که از قهر و غصه بی جای نتایج بی نهایت منفی در زندگی ما و شما میاد. چند روز پیش کسی آمد و به من گفت که استاد در خانه آمدم، یک کبی بسیار بیمعنا بسیار کوچک پیدا شد، قهرم آمد و به خانه هم گفتم طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی. ولی اطفال خورترک دارم چی کنیم؟ خب از کجا این گپ آمد؟ از این آمد که این مردکه از اول آماده نبود، ای خدا آماده نکرده بود، قبلا سرزی نفکر نکرده بود که یکان بار که من غلطی را میبینم او را با عقل جواب باید بگویم، احساساتی عمل نباید بکنیم. پس اگر خواسته باشین دوستای عزیز که شما معنویت رمضان را حفظ بکنین که صداقت و امانت و وفا بود، یک تعهد دیگه بکن که به جای قهر نمیشین، از قهر دوری بگیرین. فهمیدی که می جنجال پیدا می شد از خانه برای یک گلاس آب بخو، از این توشک بخیده و توشک دیگه بشین، موقعیتت عوض کن، این کار بکنین. شما باور به خدا بکنین، خود به خود طرف مقابلتان می فهمه که اشتباه هست. امی غیرتی بی جای نکنین. ای تو به ما گفته، ما باید از این کده بیشتر برش بگویم. رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما ارشاد می‌فرماید سل من قطعک، سل من قطعک، کسی که با تو برید تو خود برش پیوست کن. شیطان بر ما چی میگه؟ قطعش بکو، تو نباید دخانه از او بری، او دخانه تو نمیه، ما چرا برم؟ یکی ما بگه ما کلان هستم دخانه ما نبیه، ما چرا برم که او خرد است؟ یکی ما بگه که ما عالم هستم او خو عالم نیست، ما چرا برم؟ یکی ما بگن که ما از مسافری آمدیم و خود به خانه ما نیامد، ما خواله فلانه کسیم وفات کرده بود و در فاتحه ما نیامد. پس این رقم بانه ها را بر خود جور بکنیم. نه، رسول عزیز میگه کل بانه ها را زیر پایت بگذار، سل من قطعک، تو برو خود پیوست بکو با او کسی که با تو قطع روابط کرده. و این قول کی است؟ قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قول رسول الله چی باید بکنیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول و این تطیعوه تهتدو. اگر شما اطاعت از پیغمبر بکنید هدایت میشین، رهیاب میشین. پس تعهد ما اینه که سل من قطعک، او کسی که با تو قطع روابط کرده تو خود برش پیوست کن. و احسن من اساء الیک، نیکی بکن با او کسی که با تو بدی کرده است، نیکی بکن با کسی که با تو بدی کرده است. ولی این سوال هم از خود بکنه که این بدی انواع مختلف دارد، بدی انواع مختلف دارد. یک نفر است قرض برش دادی، قرضت نمیده، در حقیقت با تو بدی میکند.
یک نفر است در دهن تو دروغ گذاشته، با تو بدی کرده است. یک نفر غیبت تو را کرده، با تو بدی کرده است. یک نفر کار جورت خراب کرده است، با تو بدی کرده است. یک نفر شیطانت تو را در جای کرده، با تو بدی کرده است. و احسن من اساء الیک، تو نیکی بکو با کسی که با تو بدی کرده است. این کار را باید بکنی. و در تاریخ اسلامی عزیز ما بسیار زیاد حوادثی است که وقت تاریخ بخوانین برتان یادداشت داده میشه که چقدر انسان ها بودن که با کسی که همراهشان بدی کرده این نیکی کرده است. بسیار زیاد است تاریخ. و احسن من اساء الیک و عفو عن من ظلمک، تو ببخش کسی که با تو چی کرده؟ ستم کرده است، ظلم همراهت کرده، او را عفو بکن، او را عفو بکن. سلیمان یکی از بچه های پادشاه های اموی بود. وقتی که عباسی ها آمدن این اموی ها را هر جای گیر میکنن به قتل میرسن. و این سلیمان ابن عبدالملک هم آدم بسیار کلانه، گفتم این بغداد سرم تنگ شد، گرخ به طرف کوفه رفتم. طرف کوفه که رفتم گفت این طرف من دیگه پایین شدم، این طرف همی عسکر آمدن. گفتم لرزید که ولی گرفتید. گفت رفتم این طرف یک خانه بسیار اما تو کلانی چی بود، یک سه چهار نفر غلام هست دیگه نفر است و یک نفر کلان همی خانواده هم در اموجه هست. گفت من به اموجه خود نزدیک کردم. گفت طرف هم سعی کرد که خیرت خوب باشد. گفت من برش گفتم که دشمن هایم میاد مرا به قتل میرساند. گفت من گفت که بیا خانه برو. گفت مرا برد خانهش. در خانهش گفت مرا برد یک اتاق برم داد. پس من همونجا مشوشتم. روزها تیر می شود. این نفر یک نفر خادم را به من داده است که نان سه وقت را به من می ده. کالای من تبدیل می کنم. دیگه در می خانه هستم. این مرد هر صبح بیرون می شود که تمید چند نفر جوانای دیگری شدام و دیگر پسم تو مانده میآیه که امی میآیه اول از من پرسان میکنه خوب هستی؟ چیزی ضرورت داری؟ من گفتم نه. گفت روزها گذشت، یک روز برش گفتم که میشه یک سوال از تو بکنم؟ تو خواه از من پرسان نکردی که با کی دشمنی داری؟ چی رقم دشمنی داری؟ چی گپ داری؟ من از تو سوال بکنم؟ گفت بکن سوال بکن. همین صبحی که من برایی و دیگر پس همون تو مانده می پشت چی میری تو؟ گفت و به من گفت که سلیمان ابن عبدالملک پدر مرا کشته و من هر صبح من برایم که میره در کجا پیدا کنم؟ گفت اما تو ایران ماندم که چی کاشر شد؟ ای وفای از این مرد کرده، ای احسانی که با ما کرده. و برش گفتم نمو کسی که تو کارش داری مستم. گفتر ما سعی کرد که جوان اطور است که تو به خلم از زندگیت سیر آمدی، در این اتاق بندی هستی، از این خاطر خودم میخوایی که بکشی؟ اگر میخوایی جای دیگه هم رایت میکنن. که ما برش گفتم قسم میخورم که من راست میکنم. گفیره که برش گفتم شمشیرش همه تو در زمین زد، یک آه کشید. گفت ما خب به تو امان دادیم، به تو امان دادم. گفت که الله منتقم است، در روز قیامت جواب قتل پدر ما را تو باز خواد دادی، خود در ایجا کشتیت نمیتانم، در خانیم تو را کشته نمیتانم. باز رفت یک هزار روپه را آورد، گفت او را به ما داد و گفت که از خانم دیگه بر، هر جایی که میخوای زندگی بکن از طرف من خلاص هستی. و تا آخر عمر باز امی سلیمان در حکومت عباسی مرد کلانی بود و همیشه ای را یادداشت میداد که در دنیا انسانهایی را ما میبینیم که با این شجاعت زندگی کردن، با این مردانگی زندگی کردن. امی مردانگی و امی وفا، امی عفو، امی گذشت
بعد از 1000 سال ما بر شما قصه کردم و اگه او را قتل میکرد میکشتش، امی داستان بالزتش هم ما گفته نمیتونست. اما درست نه؟ بنان عزیزم همیشه با گذشت باید معامله بکنین، با عفو معامله بکنین. هیچ وقت نمیتونین که در مقابل ظالم از ظلم استفاده بکنی و کسی شجاعت تو را یاد بکند. باز میگه قسی القلب است، با او عنوان یادت میکند. انسانان بزرگ عفو میکند، انسانان بزرگ در خانه خردا میرود، انسانان بزرگ خطای دیگرها را قبول میکند. از این خاطر پروردگار ما عظیم است. گناه گناهکار را میبخشد نمیبخشد؟ میبخشد. انسانی که به خدا نزدیک باشد اما عفو میکند. رسول ما صلی الله علیه و سلم بزرگ است بسیار. خطاها را میبخشید نمیبخشید؟ خطاها را میبخشید. مسلمان بزرگ است نسبت به کافر، پس هم خطا را میبخشد، عفو میکند، بخشش میکند. اگر شما همین صفت را در زندگی خود تحقق ببخشید و همیشه در این فکر بوده باشین که در زندگیتون یک دوست زیاد کنین، یک دوست زیاد کنین، نتیجه دوست بودن زیاد چی می شود؟ رسول علیه السلام می فرماید که اگر در جنازه یک مسلمان 40 نفر موحد و یک تاپرست استاده شود و همی دعا برش بکنی که اللهم اغفره و ارحمه، الله این مرده را می بخشد، الله این مرده را میبخشد. پس تو وقتی گذشت کرده باشی، خوبی کرده باشی، وفا کرده باشی، صلت رحم کرده باشی و بمیری، مردم فراموشت نمی کند. مردم برات میگه که خدایا ببخشش، خدایا ببخشش. کدام ظالم و قاتل و بیوفا و دروغگوی و خائن را کسی گفته خدایا ببخشش؟ نمیگه درش. رسول ما صلی الله علیه و سلم روز نشسته بود، میبینه که جنازه کسی آمد و یه اطراف مردم چی گفتن؟ خدا ببخشش، خیلی خوب آدم بود، خدا ببخشش. پیامبر خدا گفت وجبت وجبت. روز دیگری دیگه جنازه تیر شد، کلگی چقچق کردن. پیامبر گفت وجبت وجبت. کسی پرسان کرد یا رسول الله این معنای وجبت چی است؟ انتم شهداء الله فی الارض. گفت شما گواهای خدا در زمین هستین. و جنازه دیروز گفتن خیلی خوب آدم است، خوب آدم است، پیش خدا هم خوب آدم بود، جنت رفت. و جنازه دیگه شما گفتن چقچق کردین، بد است بد است، هر کدامتان که خود گپ زدین، پیش الله هم بد بود، دوزخ رفت. پس شما به صلت رحم، به عفو، به گذشت، به اتصال، به بخشش دوست بر خود زیاد کنین. دوسته که بر خود زیاد کردی بر حق دعا میکند، پشت سر دعا میکند. از این خاطر است که در دین ما با مأمور هستیم به اینکه عفو بکنیم، انتقام نگیریم. ما مأمور هستیم صلت رحم بکنیم و هر چیزی که رابطه ما را یا دوست ما را از ما کم میکند از او اعمال دوری بگیریم. هر چی که از ما دوست میگیرد او کار را باید نکنیم. غیبت بد است، چرا؟ دوست از ما میگیرد. تهمت بد است، چرا؟ دوست از ما میگیرد. پس وقتی که تهمت بد شد، غیبت بد شد، زدن به طریق اولا دیگه بد است، دزدی کردن خب به طریق اولا دیگه بد است، کشتنش خب به طریق اولا دیگه بد است. و مسلمان که جایگاه پیدا میکند امین نقطه است. امپراتور روم او آمد جنرالای خود خواست، برش گفت که این سر شما چی بلا زده؟ عسکرتان کم است که از دست مسلمان ها شکست میخورین که عسکر برتان بده. گفت نه ما بسیار زیاد عسکر داریم. تجهیزاتتان کم است؟ گفت نه تجهیزاتم زیاد داریم، هم عسکر زیاد، هم تجهیزات زیاد، هم امکانات زیاد. خیلی چرا شکست میخورین؟ چرا فرار میکنین؟ چرا همیشه منطقه را اعلام میکنین؟ بعد جنرالایش برش میگه که او مردمی که است که امرای ما می جنگه یک دیگر بسیار زیاد دوست داره.
بسیار زیاد دوست دارد، یک دیگر را دوست دارد که ما همی کلان و خردش را گم میکنیم، همی را گم میکنیم که قماندانش کی است، همی عسکرش کی است. جای خطر پیدا شود، گفت یکی دیگه خود را کش میکنه، میخواهی که دیگه در جای خطر برود. گفت ما یک دیگر را دوست نداریم، جای خطر که شب به شکل دیگر را پیش میکنیم، خود ما نگاه میکنیم. از این خاطر اونا مناطق ما را میگیرد. دو، با الله گفت سخت ارتباط دارد، با ربشان ارتباط دارد. و او هم برای دو برش میگه که در این صورت جای ما را میگیرد، همی جا را میگیرد. ولی بیان از خود ما پرسان بکنیم که ما چرا شکست میخوریم؟ چرا با کشورهای مستعمره شدیم؟ ذلیل شدیم؟ سبحان الله، شما که ذلت خاری از این سیاستمدارا را ببینین دلتان سیاه میشه که چقدر ذلیل مردم هستن اینا، چقدر خار مردم هستن اینا. این پیش ما تو خود کلان فکر میکنن، باز پیش استعمار که برای صاحب کده، صاحب کده برای ایران اون آدم بانه که ایره سای کن. علتش ببینی چی است؟ بخاطر که با ما تو ارتباط ندارد و با خدا هم ارتباط ندارد، از خاطر ذلیل میشن، خار میشن. پس بیاین که دشمنای ما در بین ما شما چی اندازه؟ شیطان، دشمن، دشمنی مندازه، انتقام مندازه، قوم شد، زبان شد، تنظیم شد، سمت شد، حزب شد، این میره به ما انداخته و یکی ما از ما شما دور شدیم، احساس میکنیم که تو با ما نیستی، ما با تو نیستم. اگر در مسجد آمدن ششتن یک دیگر احساس آرامی میکنین، چقدر خوش هستین، نمیشه ششتن از پرسان نمیگی در پلویت کی است. ایمان برای تو ایتو امن میدهد، در فضای امی ایمان زندگی بگو، در سرکم امن میاید. در فضای امی ایمان زندگی بود، در دفتر کاری تا ما متعمل میاد. با امی احساس زندگی بکو، سل من قطعک و احسن من اصا الیک و عفو عن من ظلمک. کسی امرای با بد گفت تو برش خوب بگو، کسی امرای تو بدی که تو امرایش نیکی بکو، کسی با تو صلت رحم نکد تو امرایش رحم بکو، تو سینه تا برش خلاص بکو. و اساس کارت چی قرار بوده؟ لا تغضب، قهر نمیشی، قهر نمیشی، اساس زندگی دمی کو. همیشه اجازه بده که یک کسی یا مانده است یا گرسنه است، یکی از دو حالت داره که قار میشه. اگر او چیزی گفت تو حوصله کن، بگذار که کلمش خلاص شود، گفش خلاص شود، باز کتش مذاق بکنی، چای بخور، کارتم میکنیم انشاءالله، یک لحظه آرام بشی. باور بکن دو دقیقه با دو نفر میفهمه که ما غلط کردیم و ما اشتباه کردیم، دستش برش بگی، کارش خلاص بگو، تا آخر از تو راضی خواد بود. دین امی است، اسلام امی است. ما اسلام را در زندگی خود باید تطبیق بکنیم و به عنوان یک انسان صادق و صالح و خدمتگار باید عرض اندام بکنیم. این وجیبه ما تو است. اگر تو در خانه عمتو شدی، با همسایه هم عمتو میشی، با همسایه که عمتو شدی، با محیطت، در دفتر کارت، در همه جای باز عمتو میشی. از او بعد روز به روز دوستایت بیشتر میشود. روزی که وفات میکنی در جنازیت نفر زیاد میاد، روزی که وفات میکنی مردم برمی خدای ببخشش، هم نگی از تو میشود. اگر خرد بودی، خرد بودی و هر چیز را از خود فکر کردی. اگر در قومت اندیشیدی که می قوم از ما باشه، قوم بسیار محدود است، بسیار محدود است. افتخار به ای که از قومت کسی نباشه، دیگه کس در جنازت باشه، افتخار به ای بکن. روزی که تو وفات میکنی، اگر تو پشتون هستی، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، دیگه نمی صف جنازت باشد، اونو بر تو افتخار است. شکر به ای باید بکشی که الحمدلله من اینقدر دوستا دارم. خودت از پروان هستی، از پکتیا و از هرات و ننگرهار برد به صف جنازت باشد، به این افتخار بکن. و این کار تو نمیتونی به دست بیاری مگر اینکه امی عفا گذشت، صلت رحم امی را باید انجام بدی.
قهر باید نشوی. امیدوار هستم خداوند متعال تعهد را برای ما و شما نصیب بکنه. خب اگر تو به این موافق بوده باشین یک تعهد بکنیم که انشاءالله اول در خانه قار نمیشین. صحیح شد نه؟ در خانه قار نمیشین. در خانه که قار نشدیم باز دیگه جور میشود. تعهد میکنیم در خانه دو نمیزنیم. دشنام نمیدیم. لعنت به پدرت، لعنت به مادرت، لعنت به قومت، لعنت. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مسلمان لعنت نمی کند، طعنه نمی زند، فحش نمی گوید، بدزبانم نیست، ولی البذی بدزبانم نیست. پس امی تعهد بکنیم که دیگه زبان خود می گیریم، دیگه در مقابل غلطی قار نمی کنیم. غلطی را با صلت الرحم، با گذشت و با وفا جواب می دیم. انشاءالله العزیز امی کار شروع میکنیم و امیدوار هستم که انشاءالله به امی شکل کشور خدا بسازیم، خانواده خدا بسازیم. از این بعد اگر ما امی کار کردیم، نتیجهش شما نماز خانم میشین، قرآن خانم میشین، برکت هم در خانتان میاد، عزت هم در خانتان میاد، لذت زندگی هم باز میچشین، لذت زندگی را میچن. خدا شاید است که باز شاید فقیر باشی، نان نداشته باشی، خود چای نان خیلی خوبش میخوری، بسیار با مزه خود خورد، بسیار با مزه خود خورد، با افتخار خود خورد. و اگر قار باشه، غصه باشه، ما فکر میکنیم خیلی خوب نانم باشه برتون مزه نخواهد داد. خب امیدوار هستم که تعهد را بکنیم که قار نمیشیم و از درون خانه خود را اصلاح میکنیم. به اینکه دیگه لعنت نمیگیم، فحش نمیگیم، دو نمیزنیم، طعنه نمیگیم. سبحانک اللهم و بحمدک، استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین.